خبر فوق العاده عاجل که همین اکنون از خوست فرنگ بغلان به دست ما رسید. انا لله و انا الیه راجعون. فرمانده بریالای سنگین مردم بغلان. سلام درود به کانال الارسانی ما، خوش آمدین. مشروع خبرها در آریا پرس. عید خونین شهرستان خوست فرنگ، طالبان 5 تن را به قتل رساندند. با گزارش منابع آریا پرس، از شهرستان خوست فرنگ ولایت بغلان، مردم روستاهای اطراف صبح امروز یعنی دوم روز عید قربان، اجساد تعدادی از کسانی را که طالبان در روز اول عید از بازار این شهرستان به صورت غیرقانونی بازداشت کرده بودند، از میان شالیزارها پیدا کرده است. با گزارش منبع، یکی از این قربانیان ضیالحق نام داشت که فرد ملکی بود و دیروز برای اصلاح موی به سلمانی رفته بود. طالبان او را از دکان سلمانی بازداشت و با خود برده اند. از میان شالیزارها به دست آورده و به خانواده های آنها تسلیم شدند. منبع می گوید که این رویداد زمانی به وقوع پیوست است که طالبان در نخست روز عید بار دیگر به بازداشت های گسترده دست زدند. عده‌ای از احادی مرکز خود را در حال بازداشت و سپس به قتل رساندند که آنها مشغول برگزاشت از عید قربان بودند. به گفته منابع، پس از پیدا شدن جسد ضیالحق، مردم محل به جستجوی افراد خانواده هایشان که دیروز در بازار و اطراف بازار شهر خود توسط طالبان بازداشت شده بودند آغاز کرده و تا کنون 4 جسد دیگر نیز از میان شالیزارها پیدا شده است که هویت آنها تا هنوز روشن نمی باشد. گفته می شود که طالبان ضیالحق و امراهان او را در یک عمل انتقام جویانه در پاسخ به کمین نیروهای مقاومت که 4 روز قبل در روستای چرخ فلک انجام و در نتیجه آن مولای معاذ فرمانده پلیس خودخوانده طالبان برای شهرستان خوست و تعدادی از امراهانش کشته شده بودند به قتل رساندند. کشتار اهالی غیر نظامی مرکز شهرستان خوست در حال اتفاق می افتد که رهبری طالبان همیشه پایان جنگ و برقراری امنیت و آرامش به مردم اطمینان داده است. این حمله در حالی صورت می گیرد که مقاومتگران فرمانده بریالای سنگین نماز عید را در دره خاوش ادا نمودند. تشکر از اینکه تاکنون کانال ما را بیننده بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر، بدرود.